درود به شما بینندگان عزیز، کیوان جاوید هستم و شما بیننده برنامه میزیگرد در تلویزیون کانال جدید هستید. کرونا و شرایط سیاسی در ایران در چه مرحله ای مردم هستند؟ جمهوری اسلامی داره چه کار میکنه؟ شرایطی که ما تا چند ماه پیش در ایران داشتیم یا حداقل تا همین دوره انتخابات داشتیم و در واقع جامعه پایان کار جمهوری اسلامی رو خیلی در دسترس تر میدید، امروز کجا ایستادیم؟ ما از رهبری حزب کمونیست کارگری امروز خلیل کیوان داریم و اصغر کریمی که به سوالاتمون تو همین زمینه پاسخ بدن. خوش اومدید اصغر کریمی و خلیل کیوان. خب اصغر کریمی، از شما شروع بکنم، اوضاع رو چطور میبینید؟ مردم همونطوری که من گفتم دو ماه پیش انقدر وضع جمهوری اسلامی زار بود، انقدر در شرایط به اصطلاح به قول مردم پیسی افتاده بود، اصلا خودشون هم باورشون نمیشد که تو این اوضاع بتونن دوام بیارن. امروز چطور میبینید؟ خب روشنه که این بیماری کرونا، ویروس کرونا که اومده، مشغله همه مردم شده و به ویژه حکومت غیر مسئولی سر کاره. در نتیجه مردم همه انرژیشون خودشون باید بذارن سر اینکه چجوری نجات پیدا کنن از این بیماری و یا در واقع مبتلا نشن به این بیماری. و خب طبیعیه که همه چی تحت تاثیر این قرار گرفته. منتها حکومت همون حکومت قبلیه که 1500 تا رو 3 ماه پیش کشت تو آبان، 776 نفر تو هواپیما زد کشت، هزاران زندانی رو اعدام کرد، جنایت کرد، فقر رو به مردم تحمیل کرد. و این همون حکومت که ضد مردمی و ضد بشری تو جریان کرونا همون حکومت عوض نشد. مردم هم همون مردمی هستن که میخواستن سرنگون کنن حکومت رو، داشتن اعتراض میکردن، اعتصاب میکردن، خشم و نفرت سرافای وجود جامعه رو گرفته بود. تو قضیه کرونا طبعا با همون حکومت و همون کثافت در واقع این حکومت رو میبینن و میبینن چجور غیر مسئول عمل کرد، چجور باعث اصلی و عامل اصلی شیوع کرونا در سراسر کشور شد، چجوری قرنطینه نکرد، پیشگیری نکرد، اطلاع رسانی نکرد، دروغ گفت، پنهان کرد و امکاناتی در اختیار جامعه قرار نداشت. در نتیجه خشم و نفرت مردم 100 بار بیشتر از یه ماه پیش، دو ماه پیشه. منتها خب مردم الان تو شرایطی نیستن که بریزن تو خیابون اعتراضات میلیونی بکنن و سرنگون کنن حکومت رو. مجبورن یه دوره وقفه در هر حال پیش اومده، ولی مردم تو دل همین شرایط هم خواستاشون رو دارن، اعتراضشون دارن، دارن تلاش میکنن که همبستگیشون بیشتر بکنن، متحدتر بشن، افشاگری بکنن. میخوام بگم مردم دارن مبارزهشون رو تو شرایط جدید انجام میدن و به مجردی که بحران کرونا بره کنار، اون مردم با انرژی خیلی بیشتری میان به میدان. فکر نمی‌کنید مردم در این شرایط بگن که بذار این حکومت باشه، کارامون رو سرسامون بده، کرونا رو مقابله بکنه، ما بعداً کرونا تموم شد حسابش میرسیم، ولی امروز ما به این حکومت نیاز داریم برای رفع و رجوع کردن مشکلاتمون؟ چطور فکر می‌کنید؟ طبیعیه تو دل یک اوضاعی که مردم برایشون حفظ جون اهمیت داره، اولویت اوله، دارن به این فکر میکنن که چطور خودشون و خانوادهشون رو حفظ کنن، چطور کمتر این بیماری بتونه شایع بشه و کمتر لطمه بزنه. از این نظر ممکن اون برنامه‌ای که در دستور داشتن، کارزاری که مشغولش بودن چطور حکومت رو به زیر بکشن، خب تحت تاثیر قرار میگیره. ولی این به این معنا نیست که نفرت مردم از حکومت کمتر شده، به این معنا نیست که تمایل مردم به انداختن حکومت زیر سوال رفته. برعکس، اتفاقا موضوع کرونا و رفتاری که حکومت از خودش بروز داد خشم مردم رو بیشتر شعله ور کرد و متوجه شدن که حکومت ضرب در کرونا در ایران قربانی بیشتری میگیره. یعنی اگر یک حکومت عادی بود، یک دولتی بود مثل هر دولت دیگه در دنیا که یک خدماتی رو به مردم میرسوند و مسئله مقابله با کرونا رو در دستور میگذاش، تلفات کمتر بود. مردم متوجه شدن که اتفاقا از کرونا بدتر خود حکومته و باید این حکومت رو ساقط کنن تا بتونه دست همچین وضعیتی هم خلاص بشه. منتها به طور طبیعی کارزارهای میدانیشون یه مقدار تحت تاثیر قرار گرفته. ولی این به این شکل من میتونم بگم که مثل کسیه که میخواد بپره یه مسیری رو، عقب میره، دورخیز میگیره که بهتر بتونه بپره. الان جامعه در حال دورخیزه و به محض اینکه این شرایط
مقداری تغییر پیدا بکنه، جنبش سرنگونی با قدرت بیشتری میاد که حکومت رو بندازه. خب فکر نمی کنید که مردم الان با این شرایط فعلی مبارزاتشون به هر حال عقب مونده و این جمهوری اسلامیه که خودش رو تو این موقعیت داره سازمان میده، از این موقعیت خوب بهره برداری داره میکنه، دنیا رو توجه رو به کرونا جلب کرده. امروز از دولت عربستان میگفت به طور مثال، گفت جمهوری اسلامی عامل آمدانه پخش ویروس کرونا تو دنیا است. گفت آمدانه، به هر حال میگفت که مدرک داریم که چجوری آمدانه داره پخش میکنه. آیا فکر نمیکنید که این عمل جمهوری اسلامی ویروس کرونا باعث عمر جمهوری اسلامی شده و اینو میخواد؟ فوق‌العاده کوتاه مدته. بالاخره این اوضاع اگر نبود الان مردم در ابعاد خیلی وسیع‌تری تو خیابون داشتن اعتراض میکردن، اقتصاد داشت گسترش پیدا میکرد، اون فضای بعد از در واقع زدن هواپیما یا تو انتخابات که تو دهنه بزرگی به حکومت زدن، اون فضا به سرعت داشت جلو میرفت و طبیعیه که وقفه پیش اومده و جمهوری اسلامی که سعی میکنه استفاده کنه، ولی مردم دارن سعی میکنن استفاده کنن. بعد از اون شوک اولیه که مردم رو گرفت و داشتن فکر میکنن چجوری خودشون رو نجات بدن، به تدریج در همه زمینه ها جوان ها، مردم، معلم ها، دانشجوها، زن ها، تشکل های مختلف مربوط به حقوق کودک تا مربوط به کارتون خوابی تا مربوط به محیط زیست تا تشکل های مختلف بازنشسته و غیر و غیره دارن خودشون رو دارن یه جور سازمان میدن، شبکه های همیاریشون رو دارن گسترش میدن و یه جور همبستگیشون دارن گسترش میدن. میخوام بگم مردم هم دارن از این شرایط استفاده میکنن، منتها به مجرد این دوره در این حال کوتاه مدت، یه سال، دو سال، سه سال که ادامه پیدا نمیکنه، دارم هرچی سریعتر این بحران کرونا تموم بشه و همینطور که خلیل کیوان گفت مطمئن باشین که مردم بعد از این قضیه کرونا نگاه که میکنیم اینه خیلی متحدترن، خیلی متشکل شدن، انواع شبکه ها و پیوستگی ها رو با هم دیگه ایجاد کردن و آماده میشن واسه سرنگونی. میخوام بگم جامعه فکر کنین دو ماه سه ماه کشیدن عقب، ولی مردم میان با حکومتی که تجربه دارن که 41 سال چه جنایاتی به سرشون آورده و باید از سرش راشون کنار بره، حکومتی هم که در بحران و تشتت و همین الان به دلیل همین پنهانکاریش گذشته از مردم که افشاگری میکنن یا کادر درمانی که اطلاع رسانی دارن به خوبی میکنن، نصف خود حکومت داره افشاگری میکنه علیه حکومت. میخوام بگم یا دعوایی که بین سپاه و روحانی و غیر و غیره هر روز به اشکال مختلف داره میزنه بیرون، افشاگری وسیعی که مردم دارن علیه حکومت میکنن، مذهبی که بیشتر پایه هاش ریخت، حکومت هم داره اینجور ضعیف میشه. اینجور نیست که حکومت میتونه تو دل این بحران خودشو قوی کنه و بعد قوی بیاد بیرون و مردم برون عقب. بعد از این کرونا یه حکومت ضعیف‌تر و یه مردم متحدتر قطعا در پیش داریم. امکانات درمانی واقعا وجود نداره. با هر کی تماس داریم، با هر کسی که با ما تماس میگیرن و هر ویدیو کلیپی که میاد میگه واقعا فاجعه هست. چرا جمهوری اسلامی واقعا امکاناتشو نداره یا نمیخواد؟ چجوریه؟ چرا؟ یا بیتفاوته؟ چرا وضعیت ایران بدتر از همه کشورهاییه که توش کرونا وجود داره؟ همینایی که میگن امکانات نیست، هر از گاهی یه خبری میاد که تو ابعاد بزرگ کالاهای احتکار شده رو پیدا میکنن و هر کسی که تو مملکت دوتای سیاسی رو بلد باشه میدونه که چه کسایی دستشون تو احتکاره. اقتصادی که 60% گفته میشه توسط سپاه اداره میشه، خب به طور طبیعی کالاها رو هم همونا احتکار میکنن. یه بخشش که احتکار میشه و محتکرین هم که خب به نامن سلاطینی از کالاهای مختلف و دزدی در حوزه‌های مختلف که هر بار معلوم شده یا از خودشون بودن یا مرتبط با خودشون بودن، بخشی شامل این قضیه است. و درست در زمانی که هواپیما 55 پرواز ماهان به چین صورت می‌گرفته که به طور طبیعی میتونن هر کالایی رو بیارن و در درون همین مسئله همین رفته شده صورت میدادن، خب اینا چرا فکر تدارک و تهیه اون اقلام از کالاهایی که برای مقابله با ویروس لازم بود نبودن؟ و اگر هم بودن اینا کجا احتکار شده؟ بنابراین هر سر که نگاه میکنی میبینی که خود اینها در واقع فاجعه کرونا را ده ها برابر ابعادش رو بیشتر کردن. درست میگن مردم، فاجعه بدتر از کرونا خود کرونای جمهوری اسلامیه به این معنا. ولی اگر نه این نوع اجناس رو میتونستیم تهیه کنیم، وجود داره، بخشن تولید میشه در این جهت در ایران
سازمان داد و غیره، اینها همه شدنی بود. جمهوری اسلامی که کمبود کالا را در کشور اینم تو این ابعاد تو این شرایط باعث شد، اینا همه مردم بود. خب بفهم اضافه کنم، ببینید یه مسئله بودجه است و همین الان بودجه جامعه المصطفى که کمک به تروریسم منطقه بشار اسد و حزب الله و مقتدی صدر و غیره و غیره، تا بودجه سپاه و غیره، تا بودجه همین الان مساجد و غیره و غیره، بیشتر از بودجه که صرف همین الان مقابله با کرونا داره میشه. میخوام بگم و این بودجه رو اگه صرف نیازهای مردم میکردن همین الان تهیه میکردن. میگن تحریمه، تحریم یه پاش خود جمهوری اسلامیه. بنابراین هیچ یا 40 سال جمهوری اسلامی فرصت داشته زیرساختهایی به وجود بیاره، شبکه‌های بیمارستانا رو بسیار گسترش بده، کادر میدونن چند صد هزار پرستار جامعه کم داشت، چقدر دکتر کم داشت جامعه، اینا که مربوط به کرونا نیست. 41 سال جمهوری اسلامی به جای اینکه این بودجه عظیمیه که صرف بیمارستان و بهداشت و درمان و رفاه مردم و بهداشت شهر و غیره و غیره بکنه، صرف کارهای دیگه کرده برای مقابله با این مردم. در نتیجه هم دراز مدت تو این 41 سال جمهوری اسلامی مسئوله، هم الان تو همین شرایط جمهوری خب بذار الان از شما دوباره این بپرسم، امکاناتی آیا میشه در خارج فراهم کرد و جمهوری اسلامی مانع از خودیاری مردم؟ به طور مثال شخصیتای مثل شما، مثل نهادها، آدمای خوشنام فراخوان بدن و بگن که هر چه وسایل بهداشتی ما لازم داریم رو بذارید ما میفرستیم ایران. آیا این امکان داره؟ بله همین الان امکان داره. جمهوری اسلامی ما خودمون میتونیم و این دسترسی رو داریم که کالاهایی رو بتونیم تهیه کنیم، ولی مسئله اینه چطور به ایران فرستاده میشه و تو دست خود سپاه قرار نمیده. منظورتون خود بله خود حزب کارگری هم میتونه اگر دستمون به چین امکاناتی میرسه، ولی مسئله اینه که موقعیتی که جمهوری اسلامی درش گیر کرده و این سیاست هایی که دو دستور داشته، سر ستیزی که با دنیا داره و این مکانیزم های اداری بانکی مالی کار نمیکنه، مسئله پست و غیره متوقف شده، بس این چطور این کالا رو به دست مردم میرسونی؟ یعنی اینجا خودشون یک مانع شدن. مسئله دوم اینجاست، اگر این کالا برسه به ایران خود مافیای جمهوری اسلامی دوباره دست میندازه روش. ما قادریم امکاناتی رو تهیه کنیم، ولی مسئله اینه که چطور این رو به دست مردم باید رسون. شما با صد جمهوری اسلامی از هر طرف روبرو میشید، با کرونای بدتر از ویروس کرونا. خب از خیلی کریمی اینجا یه سوال پیش میاد، چرا مردم نمیریزن خیابون، تظاهرات، تجمع در مقابل ریاست جمهوری، شورش، نمیان و بریزن اینا رو دور بکنن؟ میترسن اینا برن بدتر بشه اوضاع؟ نه، مردم میدونن این حکومت بره، همین الان اگه حکومت نباشه مردم خودشون بهتر سازمان میدن. همین الان اگه حکومت نباشه، خیلی جالبیه، اینو دوست دارم بیشتر توضیح بدیم. همین الان جمهوری اسلامی مانع امکانات حتی بهداشتی و بیمارستانا همین الان که خیلی هم کمه، نصفش داره صرف مقامات و آیت الله و غیره و غیره میشه. حتی توزیع امکانات اینجوریه، دارن پنهان میکنن، کسی که اطلاع رسانی میکنه رو تهدید به دستگیری میکنن و دستگیر میکنن. اگه جمهوری اسلامی نبود مردم خیلی همیاریشون صد برابر بیشتر میشد، شبکه های وسیع خود بیمارستان ها و پزشکا و پرستارایی که اینجور جونشون رو دستشون گذاشتن اداره میکردن، خیلی بهتر اداره میکردن، مردم امکان کمک رسانی به اینا رو بیشتر داشتن. خیلی از این امکاناتی که جمهوری اسلامی صرف چیزایی گفتم میکنه، صرف تروریسم و مسجد و نمیدونم دزدی و فلان، بلافاصله صرف رفاه مردم میشد، تحریم برداشته میشد. میخوام بگم همین الان مردم نیروی عظیمی هستن، جامعه که روحانی و خامنه‌ای و جنتی نمیچرخونن، جامعه رو داره پزشک میچرخونه، کارگر میچرخونه، دانشجو میچرخونه، مردم دارن جامعه رو میچرخونن. اینا بدون وجود جمهوری اسلامی همین الان تو دل این بحران کرونا 100 بار بهتر از حکومت مردم خودشون سازمان میدن. مشکل اینه که جمهوری اسلامی سرکوب میکنه که مردم سازمان پیدا نکنن، سرکوب میکنه که مردم اتحاد پیدا نکنن، سرکوب میکنه که پزشکا کاری نباشن تو بیمارستان، سرکوب میکنه که یه مش مفتخور در واقع کارا رو در دست بگیرن، یه مش آدم بیکاره، عقب مونده، مرتجعی که هنوزم داره نصیحت میکنه مردم که برین دعای فلان و فلان بخونین تا نجات پیدا بکنین. معلومه اگه جمهوری اسلامی نباشه، همین الان همین امروز بگن ایشون تمام شد، جمهوری اسلامی بساط شو جمع کرد رفت، مردم بسیار بسیار خوشحال بشن. بخش دوم سوالم اینه که چرا مردم بیرون نمیان؟ بله من یادم بود. چرا مردم بیرون نمیان و بساط اینا رو به هم نمیریزن تا
تجمع فقط مثلا ترس از تجمع مبارزه مردم هر دوره اشکال مختلفی به خودش میگیره. یه دوره به شکل خیزش‌های وسیع خیابونیه، یه دوره میاد که مردم با اسلحه در واقع میام در پادگان ها و نمیدونم مراکز بیت رهبری و غیره و غیره رو حمله میکنن و اشغال میکنن. هر دوره مبارزه یه دوره به شکل اعتصاب مبارزه مردم خودش نشون بده. الان تو دل بحران کرونا دوره ای نیست که مردم تجمع کنن، هم از نظر بهداشتی و غیره درست نیست و به اضافه این مشغله مردم، الان مشغله مردم هم میخوان حکومت نباشه ولی الان باید خودشون رو نجات بدن. در نتیجه الان به توصیه خود ما، توصیه خود مردم اینه که مردم در خونه هاشون بمونن، مردم اعتصاب بکنن، سر کار نرن، دانشگاه تعطیل باشه، مدرسه ها تعطیل بشه، که از کارخونه ها تعطیل بشه، ادارات تعطیل بشه. نه. الان دوره در واقع مقابله با رژیم از طریق اشکال دیگه مبارزه داره صورت میگیره. ببینید کارگرای فولاد گفتن میخوام اعتصاب بکنیم، رژیم فهمید که خب تعطیل میکنیم، حقوقتون میدیم. کارگران ایران خودرو الان همین بحث بود و تعداد کرونا گرفتن و مسئله الان تعطیل کارخونه ها و مراکز کار هست و اینو کارگرا خودشون باید تحمل کنن. الان مقابله مردم از طریق ندادن پول آب و برق و قسطاشونه. الان مقابله مردم از طریق اینکه خواستایی که دارن میگن زندگی و معیشتتون تامین کنین، تو خونه موندیم چجور زندگی کنیم، بچه‌مون از زندان، عزیزانمون از زندان آزاد کنین. مردم الان خواستاشون رو به اشکال دیگه در واقع دارن پیش میبرن و هر دوره میخوام بگم مبارزه یه شکلی به خودش میگیره. این دوره ایناست محور مبارزه. بله. خب مردم چجوری تو خونه بمونن وقتی بیمه بیکاری ندارن؟ خب این عملا باعث نمیشه که کرونا بیشتر و بیشتر شیوع پیدا بکنه و مردم عملا خونه نمونن. برای اینکه مردم خونه بمونن چجوری باید خواسته های رفاهیش رو، مکانیزمش چیه؟ مردم که نمیتونن تو خونه بشینن بگن پول ما رو بده، میگه نمیدیم، چیکار بکنن مردم؟ ببینید کرونا یه اپیدمی جهانیه، الان حداقل در یک ابعادی نگاه کنیم ببینیم تجربه کشورهای دیگه چی بوده. دولت ایتالیا 60 میلیون را قرنطینه کرده، گفته حقوقتون رو پرداخت میکنم، گفته غذاتون رو بهتون میدم. و در چین هم اینطور، وقتی شهر میلیونی ووهان را قرنطینه کردن، شبکه‌های دولتی در خونه‌های مردم غذا مجانی می‌بردن و زندگی مردم تأمین می‌کردن. پول آب و برق رو گفتن میتونید ندید و به این نفع یک همکاری بین دولتی که به صفر رسیده، بله، اجاره‌ها رو گفتن ندید، اجاره‌ها رو ندید، یک همکاری بین دولت، سازمانی که اون کشور هست اداره می‌کنه اون مملکت رو، با مردمی که احتمالاً در شرایط عادی هم خیلی ناراضی بودن از اون دولت، ایجاد به او پیوسته. نه. در ایران این داستان نیست. در ایران خود حکومت فاجعه است، نه سازوکار این کار رو داره، نه بودجه رو اختصاص داده و نه اراده شو داره، شفاف سازی نمی‌کنه، دروغ میگه، کسی که اطلاعات میده رو دستگیر میکنه، همونطور که از کریمی گفت برعکس داره کار میکنه. تنها راش اینه، دولت رو باید مجبور کرد. چطور؟ مردم پول آب و برق رو ندن، کاری نمیتونن بکنن، نمیتونن بیان در خونه تو این اوضاع از شما بخوان که پول آب و برق رو بدید. باید وادار کنن دولت رو به اشکال مختلف که پرداخت کنه یه مبلغی رو به مردم، یا حداقل حقوقشون رو همینطور جاری بده و مایحتاج اون بخش از مردمی که امکانات ندارن باید تأمین بشه. این کارهایی است که با در رابطه با حکومت اصغر کریمی این نکته رو من میخوام بیشتر با هم توضیح بدیم. چطور مردم میتونن، چه اهرمی دارن؟ بالاخره کارگر تو کارخونه چرخ تولید رو از کار میندازه، میگه که اگه ندی من تولید نمیکنم. کارفرما میبینه داره ضرر میکنه. الان کرونا، کارگر تو خونه نشسته، اهرم اعتصاب نداره، اعتصاب تو کارخونه معنی میده، چجوری حقوقش بگیره؟ ببین کارگر فولاد اهواز که گفتن میخوان اعتصاب کنن، چون حکومت دید اینا آماده دارن میشن، جلساتی دارن میگیرن و میخوان اعتصاب بکنن، کارفرما اومد در هم در مشورت با ارگانهای دولتی بالاخره تصمیم گفت کارخونه تعطیل، حقوقتون هم پرداخت میشه. ایران خودرو هم گفته تعطیل، حقوقتون هم پرداخته میشه. حالا تا کی؟ بالاخره باید دید دیگه، اعلام نکرده تا کی. خود این بخشی از یا ندادن، یعنی میخوام بگم اگه کارخونه ها برن پای اعتصاب، برن پای اعتراض، خود این چون جمهوری اسلامی میترسه این فضای عمومی جامعه رو بگیره و تبدیل بشه به اعتصاب تمام مراکز کارگری، و این اعتصاب فقط این نیست که ما تعطیل میشم میرن خونه، میفهمه که چقدر مردم اراده شون رو در واقع اعمال کردن،
خود این باعث میشه جمهوری اسلامی عقب بشینه، بگه باشه و بگن باید تو بیانیه‌هاشون کارخونه به کارخونه مجموعون بگیرن، خواستاشون مطرح کنن، منتشر بکنن، بگن ما تعطیل میکنیم، باید اعتصاب میکنیم، میریم خونه، زندگیمون باید تامین بشه، حقوقا باید پرداخت بشه. دو، قسط آب و برق و گاز و قسطای بانکی و غیره و غیره ندن، اجاره ها رو ندن و فشار بیارن دولت. بخیر بعضن صاحبخونه‌های فقیری دارن که یه اتاق شده داده اجاره یا یه خونه شده دو تا داشته داده اجاره، اینا رو باید دولت کمک بکنه. بعضی از خیرین هستن که خودشون دارن میگن اجاره مثلا بیا مغازه ها رو نمیگیرن یا جایی نمیگیرن. شبکه های مختلف همیاری که بین مردم داره شکل میگیره، این یکی از بخش به نظر من علاوه بر همکاری خیلی مهمه که آگاهی رسانی بکنن، همین اطلاعات و تجارب کشورهای دیگر رو منتقل بکنن، طب درمان رایگان کشورهای دیگر رو مطرح کنن. جمهوری اسلامی گفته اگر کسی بیاد تست کرونا بکنه و کرونا نداشته باشه ما پولش بسیم. اینقدر اینا ضد انسان و پست و رذل و واقعا جنایتکار هستن به تمام معنا. جامعه باید بگه که تمام بودجه های مذهب و سرکوب و سپاه و غیره و غیره تماما باید قطع کنین و صرف زندگی مردم بکنین. جامعه باید بگه تمام این چیزهایی که آیت الله و مقامات دزدیدین باید پس گرفته بشه، الان صرف معیشت مردم بشه. میخوام بگم جمهوری اسلامی باید این فشار رو احساس کنه. مردم تو خونه شونن، باید تو خونه شون باشن بمونن، ولی میتونن از طریق شبکه‌های اینترنتی مختلف، اینا که تعطیل نشده، میتونن کاراشون بکنن. اون نیروی عظیمی که بخش فعال جامعه که داشت، دانشجو سازمان میداد، اعتراض سازمان میداد، اعتصاب سازمان میداد، تو محلات و در کارخونه‌ها و در دانشگاه هستن، اینا که از بین نرفتن، اینا روابطشون دارن، بعضن حضوری اینترنتی تلفنی غیره و غیره، اینا باید الان نقش بسیار بسیار تعیین کننده و مهمی تو آماده کردن مردم میتونن داشته باشن. شبکه‌های همیاری رو از کریمی مثال زدن، من میخوام در رابطه با شبکه‌های همیاری بگم. شبکه‌های همیاری چطور میتونن به هم کمک کنن، به جامعه کمک کنن، روحیه رو بالا ببرن، از هر جور غذا به هم برسونن. من حتی مثال دارم، دوستانی که از خارج پول میفرستن برای کسایی که بالاخره میشناسن برای آشناهاشون، تو تماس‌های بعدی گفتن که ما این پولی که به دستمون رسید به اون خانواده و اون خانواده و اون خانواده هم یه مقدار کمک کردیم، چون اونا وضع مالیشون بسیار بد بود. این شبکه‌های همیاری نقشش تو این شرایط بحرانی چیه؟ اینا میتونن اولا اطلاع رسانی کنن، حقایق رو بگن. اینا در هر محلی که هستن معمولا به بیمارستان‌های و یا روابط دوستانه‌ای دارن با پرستار بیمارستان، با پزشک یا با مردم محل، هر کسی. اینا میتونن بخش از کارشون اطلاعات واقعی باشه که منعکس بکنن و بدونیم چی میگذره در اون جامعه. یک کار دیگه شون اینه که با شبکه‌های همیاری در محلات دیگه تماس بگیرن و تبادل اطلاعات بکنن. اینا میتونن از نیازهایی که هست صورت برداری کنن و اعلام کنن به جامعه جهانی و بگن چه چیزایی واقعا در اون جامعه نیست که از اونها خواسته بشه به ایران سرزیر بشه. میتونن تماس بگیرن با مراجع بین المللی و بگن فشار روی حکومت بیشتر بشه بخاطر اینکه راه رو باز بکنه، چه امکانات برسه از طریق پست و غیره، چه در توزیع این امکانات در داخل بیان نظارت بکنن که جمهوری اسلامی احتکار بیشتر نکنه. اینها میتونن و دسترسی دارن به کسایی که کمک میخوان، اونا رو شناسایی بکنن. اگر قضا ندارن اینا خرید پولایی که میرسه بهشون کمک‌ها بتونن مایحتاج اونا رو تهیه کنن و در خونه اونا برسونن. اگر ابزارهای حالا در حدی که در اختیار دارن، تست کرونا یا هر چیز دیگه، میتونن یه جاهایی بدونی که اونا خونه بیان بیرون و جایی مراجعه کنن و اونجا رو آلوده کنن، اونجا کشفشون کنن و بعد به مراکز درمانی بفرستن. چون گفته میشه در ایران 40% کسایی که آلوده شدن در بیمارستان ها بوده، یعنی مردم نمیدونن، راه میافتن میرن، حکومت هم اطلاع رسانی درست نمیکنه، والدو میشه. این مکان های همیاری، شبکه های همیاری در محل حتی میتونن به نوعی تست های اولیه رو با امکاناتی دارن صورت بدن بدون که مردم بیان در تماس وسیع با دیگران قرار بگیره. لیستی که مردم رو تشویق کنن که کرای خونه ندید، تشویق کنن که سر کار نرید، تشویق کنن تو به مدرسه نرید و در واقع به یک معنا امر قرنطینه کردن جامعه رو در کنترل خودشون بگیرن. لیست بزرگی از کارهای اینا رو میشه برشمرد. ولی نکته‌ای چند تا مثال دارم اگه ببینید. امروز من یه لیستی دیدم از تعدادی از پزشکان شماره تلفن اعلام کردن، گفتن ما حاضرین به سوالات شما جواب بدیم.
بله. تعداد زیادی پزشک داره، تعدادشون هم زیاد میشه، شبکه ایجاد کردن، تلفن‌هاشون اعلام کردن و فکر میکنم جزء کارهایی که کانال جدید معمولا اینجور کارها رو به اطلاع مردم بیشتر میرسونه و تلویزیونای دیگه هم باید لازمه همچین کارهایی بکنن، بعضی هم دارن میکنن. میخوام بگم این بخشی از خود کار بود. پزشکا و پرستارای زیادی هستن که حالا یا بازنشستن یا کار ندارن، در محلات میتونن سازمان پیدا بکنن و مردم رو راهنمایی بکنن، کمک بکنن، آزمایش بگیرن غیره. مردمی هستن دارن غذا تهیه میکنن به کارتون خوابا و بچه کودکان کار و غیره دارن میرسونن. تعدادی هستن تو خونهشون دارن با خیاطی با ساده ترین امکانات ماسک تهیه میکنن و رایگان یا خیلی ارزون در اختیار مردمی قرار میدن، حتی مواد ضد عفونی تهیه میکنن در اختیار دیگران قرار میدن. گروه های مربوط به محیط زیست و غیره بعضن دارن سمپاشی میکنن خیابونها رو و یه جایی که بالاخره کمک میکنه که آلودگی کمتری منتقل بشه. یعنی ده ها و شاید صد ها رقم ابتکار همین الان مردم دارن به خرج میدن. یه کامیونایی هستن گفتن مواد غذایی یا جایی که میخوان کمک برسونین ما حاضریم رایگان در اختیار مردم قرار بدیم. بعضی از مردم خودشون با بلندگو تو خیابون راه افتادن، به مردم دیگه توصیه میکنن برین تو خوناتون بمونین، چون مردم به حکومت اعتماد نمیکنن ولی خود مردم و گروه های مردمی اعتماد میکنن. این پسر خالشه، این فلانی معلم مدرسهش بوده، یا اعتماد میکنن به اینا موقعی که میگن بیشتر گوش میدن به حرفشون. قرنطینه رو خود مردم افتادن جلو میگن قرنطینه بکنین و بعضن خواهش میکنن از مسافرایی که به شمال یا جای دیگه میگیرن میگن الان برگ الان نیان سفر نکنین. یا شبکه های اطلاع رسانی وسیع تو زمینه های مختلف بهداشتی و غیره و غیره توصیه دارن میکنن. صدها شبکه در سراسر کشور الان در شهرهای مختلف شمال و جنوب و شرق و غرب کشور راه افتاده که دارن این کارو، و خود اینا نقش مهمی دارن در همون شرایطی که بعد از کرونا نقش ایفا الان دارن نقش ایفا میکنن و فردا این شبکه ها اونایی هستن که مردم رو حزب کنسولگری بسیار وسیع سازمان. حزب کنسولگری الان چی کار میکنه؟ ببین یه کار همینه که در واقع همین گفتمان ها رو دامن زدن، خواست های مردم رو دامن زدن، توقعات رو گفتن، تجارب کشورهای دیگر در مقابل با کرونا و امکانات زیستی و معیشتی که در اختیار مردم قرار میگیره تو کشورهای دیگه گفتن. یه بخشی از مسئله اینه که رفقای ما جزء فعالینی هستن که ستادی درست کردن که مراجع جهانی رو مطلع بکنن. دروغ‌های جمهوری اسلامی که سازمان جهانی بهداشت هم متاسفانه رفته با یه تعداد از سردار و غیره نشسته و یه گزارشات فوق‌العاده دروغینی گفته که سر و صدای مردم و دکترها و پرستارا و کادر درمانی رو درآورده، داریم اینا رو افشا می‌کنیم و داریم در واقع امکانات کمک رسانی وسیع‌تری رو داریم فراهم می‌کنیم. با بسیاری از پزشکا و کادر درمانی همین ستاد تماس گرفته و در واقع داره نیازاشون رو بررسی می‌کنه، یا صحبت بلندگو اوناست که صحبتشون رو به گوش مردم برسونه. بخشش از طریق همین کانال جدید داره کمک میکنه به این که مردم رو متحدتر بکنه، روحیه بده به مردم، اعتماد به نفس مردم رو بیشتر بکنه، راه مقابله با جمهوری اسلامی رو بیشتر عمل بکنه. فراخوان‌هایی که داریم میدیم از زاویه اعتصاب و حقوق مردم و مسئله آزادی زندانیان و اینا رو داریم دامن میزنیم. به هر حال میخوام بگم یه بخشی از کار ما سیاسی، مبارزاتی، راهنمودهای غیر و غیره است. یه بخشی از کار خود تلویزیون کانال جدید در واقع که از طریق حزب کنسولگری داره حمایت میشه، توصیه‌های بهداشتی که سازمان جهانی بهداشت یا شبکه‌های پزشکان غیر میدن منعکس میکنه. میخوام بگم همه جانبه تمرکز حزب کنسولگری، فوکوس اصلیش، کار اصلیش رفته رو این مسئله، چون فکر میکنه نجات مردم مهمترین وظیفه که هر کس باید امروز به مشغولش باشه. مذهب واقعا داره دیگه گند شو در میاره تو این روزا. وقتی آدم میبینه هم خنده داره و هم واقعا آدم میبینه اینا چه فسیلایی هستن که اگه کرونا یه سابقه 6 7 ماهه داره کمتر، اینا یه سابقه 1400 ساله لااقل دارن. آخوند میره روی منبر و میگه که این مکان تمیزه، اینجا ضد عفونیه، نمیدونم مردم برخوردشون امروز با مذهب امروز با دو ماه پیش فکر میکنی آیا فرق کرده؟ این کرونا یه ضررهای زیادی داشت و از یک جهت هم چشم عده ای رو روی مسائل بیشتر باز کرد. حکومتی که دروغ میگه، حکومتی که تو چشم مردم نگاه میکنه و حتی اطلاعات غلط بهشون میده، بیشتر تو این دل این اوضاع مورد تنفر قرار گرفت. یکی از مسائلی که بیشتر به آتش خشم مردم بنزین ریخت مسئله مقدساتش بود که اینها اومدن همون اول گفتن حضرت معصومه برید
نمیدونم امام رضا برید، جای مختلف برید، متوسل بشید به اینا، عوض اینکه مسئله دارو رو سازمان بدن. خود خامنه ای اومده گفته دعای صحیفه سجادی رو بخونید و نمیدونم فلان و بهمان از این مستخرجات. اون جامعه بلند شده و یک پارچه به ریش اینا میخنده و با خشمشون نگاه میکنه. لایه های مختلفی از مردم، حتی کسایی که باورهای مذهبی داشتن تا این لحظه، متوجه میشن که حضرت معصومه هم از خودش نمیتونه محافظت کنه، باید درش رو تعطیل کنن. حرم امام رضا نمیتونه از خودش محافظت کنه. بدتر از اون در عربستان که اینقدر شایع نشده هنوز این بیماری، کعبه رو تعطیل کردن. خب یه عده میان، بازار خیلی لطیفه و جوک و اینا داغ شده، میان میگن که این خدایی که نمیتونه خونه خودشو ازش محافظت کنه، پس این کدوم خداست و قراره چیکاره باشه تو زندگی ما؟ الان مردم دارن ریش به ریش خند میگیرن، مسخره میکنن. ویدئوهای زیادی رو من خودم دیدم که نه فقط لطیفه و جوک، حرفای تلخی میزنن از زندگی مشقتباری که الان دارن و تلفاتی که دارن، ولی در این حال مذهب و سکه یک پول کردن. به نظر من مقدسات جمهوری اسلامی رو سیل برد در این اوضاع، یک بار دیگه تتمش رو جارو کرد. بله اصغر کریمی، تشکل ها به من آخرین سال، تشکل های خوشنام، تشکل های کارگری صاحب نام، تشکل های معلمین و دیگر نهادهایی که میشناسیم تو جامعه واقعا تاثیرگذار بودند. بذار من یه باید توضیح برسم، میدونم سوال واضحه ولی میخوام بگم وقتی 96 جمهوری اسلامی اومد زد مردم عقب روند، ما دیدیم موجی از اعتراضات و اعتصابات و اینا اومد تا رسوند مر جامعه رو به 98 که ما اون صحنه‌های زیبای مبارزه مردم رو دیدیم. امروز چه وظیفه‌ای دارند؟ بنظرم دو میخوام به چند تا نکته اینجا دو سه نکته اشاره کنم. یکی این که خود این تشکلات تا به حال نقش مهمی داشتن، بیانیه‌های مختلفی تو همین دو سه هفته گذشته دادن، خواست آزادی زندانیا رو مطرح کردن، خواست تامین معیشت رو مطرح کردن، خواست نپرداختن یا قطع هزینه‌های آب و برق و غیره رو مطرح کردن، درمان رایگان رو مطرح کردن و مسئله اعتصاب دانشگاه خودشون در واقع عملا با فشار دانشگاه وادار کردن حکومت که تعطیل اعلام کنه، مدرسه همینجور تا همین الان نقش مهمی ایفا کردن. به نظرم کل خواستای جامعه رو اینا یک بار دیگه باید با صدای بلند اعلام کنن. مسئله قرنطینه شهرها از قم تا گیلان تا جایی که لازمه، مسئله آزادی زندانیان، تأمین معیشت مردم و درمان رایگان و سایر خواستایی که در واقع مردم دارن، و به نظرم اینا بهترین بسری بخشی از جامعه هستن که این خواستا رو میارن رو کاغذ اعلام میکنن و تاثیر میذاره جامعه. یه نکته بسیار مهمه دیگه، توی شرایطی بالاخره کارگرا بودن، مراکز کارگری بودن که نمیتونن راحتی مجمع عمومیشون بگیرن، خواستاشون مطرح کنن. به نظر الان کسی نمیتونه جلوشون بگیره. الان باید کارگر، ببینید کارگران ایران خودرو، یعنی بشینن دور هم 30 نفر، خب این خطرناکه. اون جنبه فنی میتونن بالاخره با یه فاصله بشینن، میتونن توی فضای بازی بالاخره اونو باید خوب اون مشکل رو میتونن حلش کنن. مسئله اینه که به اشکال دیگه رابطه از طریق مدیا اطلاع رسانی بکنن به هم دیگه. میخوام بگم الان نه، حتی باید یه جور موقعی تو کارخونه هستن، ببینید کارخونه ایران خودرو تعدادی کرونا گرفتن، جونشون از دست دادن و معلوم چند نفر دیگه هم گرفتن که تعطیل کردن. کارگرا باید بگن ما جونمون رو باید حفظ بکنیم، شما به فکر ما نیستی، فقر همه بدبختی که تحمل کردی، چه جونمون رو محافظت حاضر نیستی بکنی، من خودم باید تعطیل کنم، میخوام تعطیل کنم و خواستم اینه که تمام حقوقم باید پرداخته بشه، درمانم باید رایگان بشه، اگه مریض هستم باید با بهترین امکانات معالجه بشم، آب و برق و غیره و غیره رو من نمیدم، بودجه نداری برو همون بودجه های دیگر رو قطع کن، صرف رفاه ما بکن. الان خود کارخونه ها خواست بسیار نقش بسیار بسیار مهمی دارن و تو این شرایط نمیتونه جمهوری اسلامی راحت جلوشون گیره، چون خیلی مشروعه. بگی من میترسم کار کنم. من بیشتر دوست دارم تمرکز بکنم روی اینکه این تشکل های خوشنام فراوون که ما شنیدیم، آیا اینا میتونن زیر یه چتر با هم باشن؟ این بیشتر توجه به نظر من از تشکل های کارگری، تشکل های بازنشسته ها، تشکل های معلم ها، تشکل های مربوط به حقوق کودک و محیط زیست و غیره و غیره، دفاع از کارتون خوابا و انواع شبکه ها وجود داشت. به نظر من اینا قطعا اگر یه بیانیه های مشترکی بدن، تومارهای مشترکی بدن، فوق العاده موثرتره تا هر کمشون بدن، ولی تک تکشون هم طبعا موثره، ولی بسیار بسیار نقش موثرتری داره که
تعدادشون هم اگه نمیتونن همشون هم با هم بلافاصله رابطه بگیرن، اگه بیانیه‌ای میدن بقیه حمایت بکنن، بیانیه خودشون بدن، اونا هم بیانیه‌ای دیگه بدن، از بیانیه‌ای هم دیگه به اصطلاح حمایت بکنن. باید الان جامعه پر از این جور بیانیه‌ای باشه که متناسب با شرایط جدید، خواستهای مردم و فراخوان‌های مردم رو اعلام کنه. یه سوال کوتاه اگه بتونید جواب بدید، یه خورده دیگه وقت دارم. حزب کمونیست کارگری اعلام کرد همه زندانیان عادی سیاسی مسئله نیست، الان یا باید مرخصی بگیرن، به زندانیان عادی همشون یا باید مرخص بشن، زندانیان سیاسی هم همشون باید آزاد بشن. اینو شما چقدر عملی میدونید و چقدر مهم میدونید؟ این زندانیان سیاسی که ما همیشه گفتیم باید آزاد بشن. زندانی سیاسی معنی نداره. کسی که ابراز عقیده کرده، کسی که خواسته تو کارخونه با دوست متشکل بشه و از حقوق اولیه خودش دفاع کنه، کسی که از محیط زیست تو اون کشور دفاع کرده و میبرنش به عنوان جاسوس، حبسای طولانی بهش میدن، اینها معلومه که اصلا هیچ وقت جاشون تو زندان نمونده، باید آزاد میشدن. و بالطبع الان که مسئله حفظ جانشون مهمه، باید آزاد بشن و هیچ شرط و شروطی را از جمهوری اسلامی نباید پذیرن. خانواده‌هاشون باید فشار بیارن به اشکال مختلف و خان آزادی اینها بشن از طریق فشار بین‌المللی یا فشار داخل. تا اونجایی که به زندانیان عادی هم برمیگرده، بخش زیادی از اینا، میتونم بگم درصد نزدیک به همشون، اینا قربانی سیاست‌های خود جمهوری اسلامی بودن. آدمایی رو به خاطر اینکه نتونستن یه بدهی رو بدن انداختن زندان. و آدمایی که در واقع تو یک دعوای عادی گذرشون خورده به دستگاه قضایی اون کشور، که میتونه تو هر کشور دیگه به طور خیلی ساده تر حل و فصل بشه، اینا بخشی از زندگیشون تو زندان گذروندن. خیلی از اینا اصلا جاشون تو زندان نبود. و یه عده از اینا که حتی بزهکاری کردن، حالا اقتصادی یا هر چیز دیگه، جمهوری اسلامی بوده که کشور رو برده توی موقعیتی قرار داده که یه عده راهی جز بزهکاری و غیره برای ادامه حیاتشون نداشتن. از این نظر اونها هم جاشون در زندان نیست. شاید یه بخش کوچیکی الان بگی خطر داره برای زندگی مردم، حالا یا پدوفایل بوده یا آدم کشته یا هر چیز دیگه، یا بیاد بیرون خطر داره. اینها یه خیلی بخش کوچیکی هستند به جای خود، ولی بقیه باید در زندان ها آزاد بشه، چون زندان ها حتی جایی هست که میتونه قتلگاه زندانیان بشه. همین الان گزارشاتی اومده که ویروس کرونا به برخ زندان ها سرایت کرده. جمهوری اسلامی که نمیتونه از مردم بیرون محافظت کنه، در زندان که شرایط بهداشتی همیشه بدتر بوده، غذا بدتر بوده، امکانات پزشکی نبوده، چطور میخواد دفاع بکنه؟ هر اتفاقی برای اینا بیفته مسئول جمهوری اسلامیه. بنابراین باید همه زندانیان آزاد بشن یا به مرخصی فرستاده بشن. یک دقیقه یک نکته اگه اجازه بدین میدونم بفرمایید. ببینین، اولا خود این فشارها باعث شد الان گفتن 70,000 تا رو آزاد کردن و یه تعداد خیلی کمی زندانی سیاسی حالا یا مرخصی دادن یا که باید همه‌گیر بشه. منتها من یه نکته که میخوام بگم اینه که فعالینی که الان دارن گروه های همیاری سازمان میدن، مردمی کمک رسانی میکنن، پزشکا و کادر درمانی که نقش مهمی دارن اطلاع رسانی میکنن، اینا باید بدونن که نقش بسیار بسیار تاریخی بزرگی دارن ایفا میکنن. انتظار، یعنی فکر نکنن که الان اگه تو خیابون نیستن واسه سرنگونی گویا الان این کارشون کمه. این کارا زمینه رو آماده میکنه که فردا که میخوان مردم سرنگون کنن بسیار متحدتر و آماده تر بیان به میدون. و نکته دیگه این که مردم خودشون باید قرنطینه رو رعایت بکنن، از سفر بی خود باید پرهیز بکنن، از سفر به شهرهای شمال باید سرسده مردم به درست در اومده میگن خب نیان الان مسافرت، گسترش میدین خطر رو. به نظرم تا اونجا که میتونن خونه بمونن با اعتصاب و خواست پرداخت حقوقشون تو خونه بمونن. اینا مسائلیه که در این حال مردم باید تو این دوره وسیعاً به اصطلاح رعایت بکنن به حرف همنوعانشون که از سر خیرخواهی و دلسوزی و حفظ خود جون خودشون و بقیه داره گفته میشه، باید وسیعاً گوش بکنن. میخوام بگم یه مقدار جامعه باید توجه بکنه و یه جور گوش بدن به هم دیگه، یه جور همبستگی و اتحادشون رو به مراتب باید زیاد کنن. کار بسیار مهمی دارن تو همین دوره. خیلی ممنون، مرسی که تو این برنامه شرکت کردید. بله بینندگان عزیز، کرونا و شرایط سیاسی در ایران موضوعی میزگردمون بود که مهمانانمون به سوالاتمون پاسخ دادن. به امید پیروزی ما مردم، پیروزی در راه جمهوری اسلامی رفتنیه. شاد و پیروز باشید.